از مأموریت حمایت قاطع تا مشارکت پایدار، کشورهای عضو ناتو پس از پایان مأموریت حمایت قاطع صفحه تازه دیگر از حضورشان در افغانستان را پس از سال 2016 با نام مشارکت پایدار می گشایند. نیروهای امنیتی افغانستان در کنار حامیانشان کشورهای عضو ناتو زمان پرچالش را می گذرانند، اما زمان بیشتر به سود افغانستان و ناتو درگذر است. این زمان برای ناتو و افغانستان زمان تغییرات و چالش هاست، اما ناتو و افغانستان بر این چالش ها غلبه خواهند کرد. اما بیرون شدن نیروهای رزمی ناتو از افغانستان پس لرزه های نیز به همراه داشته است. جنگ در افغانستان شکل دیگر به خودش گرفته است. جغرافیای جنگ گسترش و تغییری یافته، گروه های هراس افغان تازه در افغانستان برای خودشان مواضع ایجاد کردند. داعش هسته هایش را در افغانستان گذاشته است و می خواهد که پایه هایش را در افغانستان مستحکم سازد. اما ادامه این وضعیت پای جنگجویان ناتو را دوباره به افغانستان می کشاند. حمله های در کابل و سراسر این کشور رخ دادند، اما نیروهای امنیتی افغان توانستند با این چالش ها به گونه مؤثر مقابله کنند. در این شرایط پرچالش نیروهای افغان شجاعت از متعهد را نشان دادند. اما نیروهای امنیتی در میدانهای نبرد با عالم از چالش ها در برابر نیروهای هراس افغان چندین ملیتی می جنگند. نبود برنامه منظم و کارا در دفاع و حمله بر دشمنان، کمبود جنرال های مجرب و کارکشته در رأس نیروهای امنیتی، تنها در وزارت دفاع ملی نهاد رهبری کننده جنگ در افغانستان به شمول مقام وزارت دفاع، بیش از 50 مقام بلندپایه و میانپایه از سوی سرپرستان ادانه می شود. این وضعیت نیروهای امنیتی را در جنگ با طالبان و دیگر گروه های هراس افغان با مشکلات و نارسایی های روبرو ساخته است. قوی و ایمایی که کاملا یک جنرال ورزیده، یک جنرال با کریپتیر با از تمام نمرات نظامی برخوردار باشد که اداره جنگ در خط مقدم کنه وجود نداره، جنگ به اداره پیش می رود. اما افغانستان در نشست ناتو چی خواست هایی داشته است؟ اول حکومت در قسمت قوای هوایی خواستند که به این قسمت جواب مثبت داده شده و تلاش ها صورت میگیرند که قسمت تقوی قوای هوایی افغانستان ما را کمک بکنند. دوم انعطاف خواستند که باید کمکتان انعطاف پذیر باشه و ما باید از اینکه ارزیابی دقیق میکنیم و نحوه کمک به افغانستان باید تثبیت شود. سوم ما سری از این بحث داشتیم که از حال تا سال 2017 باید مسائل مالی باید یقین حاصل کنیم که نیروهای امنیتی افغانستان توسط جامعه بین المللی کمک میشن و ما امکانات مالی کافی و امکانات تکنیکی کافی در اختیار اردوی افغانستان گذاشته میشن تا به اون سطح اکمال خود برسن. جنگ افغانستان در 6 ماه زیر چتر مأموریت قاطع ناتو چگونه گذشت؟ نیروهای امنیتی افغانستان این نبرد را بدون حضور نظامی نیروهای ناتو در میدانهای نبرد می توانند موفقانه به انجامش برسانند؟ پاسخ در کنکاش امشب. من فواد امان هستم. سلام، به برنامه کنکاش خوش آمدید. در این برنامه ما حوالای نوری آگاه مسائل سیاسی، عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در مجلس نمایندگان و حامد صبوری استاد دانشگاه اینجا با من هستند برای بحث بیشتر. اما مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. اما در نخست همکارم فرید احمد از بروکسل با ماست. فرید، وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست امروز درباره افغانستان چی فیصله کردند؟ سلام به شما، به مهمانان و به بینندگان ارجمند. دقیقا ساعت پیش نشست بروکسل که نشست وزرای دفاع ناتو بود و پایان رسید و قسمی که از اول گفته شده بود یک نشست نبود که این فیصله صورت میگیره و خصوص در پخش نبود. در اینجا بحث بیازی بود که
شخص مدار معمولیت قاطعی تنکو در افغانستان ارزید شود و در مورد این بحث شود که پس از ختم زمان معمولیت قاطعی حضور نیروهای خارجی و خصوص نیروهای سازمان ناتو در افغانستان چگونه باشد، شبه کمک از اینا چگونه باشه و همین موارد. در کنار از این بحث بیشتر هم روی خواستای دولت افغانستان و ارزیابی دولت افغانستان بود که سرپرست وزارت دفاع افغانستان در اینجا حضور داشت و مورد مختلف بحث کردم. آقای فرید، پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در 6 ماه گذشته دیده شده که گروه های تازه هراس افغان در افغانستان برای خودشان جای پا باز کردند. در اینجا حکومت افغانستان از کشورهای عضو ناتو در برخورد با این گروه های تازه هراس افغان چی خواست هایی داشت؟ حکومت افغانستان از کشورهای عضو ناتو نخواست تا بار دیگر به افغانستان بیایند و در میدانهای نبرد شانه به شانه با نیروهای امنیتی افغانستان بجنگند. دیده شده که با خروج نیروهای ناتو از افغانستان اینجا خلای امنیتی به میان آمدن، نیروهای امنیتی افغانستان نمیتونن به تنهایی از عهده جنگ در برابر گروه های هراس افغان چند ملیتی برایند. خب دو بحث در اینجا مطرح است. یکی حضور ناتو است که از آغاز سال 2015 به این طرف به عنوان همکار، مشاور و تمویل کننده نیروهای افغانستان است و ماموریت اصلی جنگ در افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان به دوش دارد. و بحث دیگر حضور گروه های تازه است که شما به او اشاره کردین. چیزی بسیار جالبه که در این نشست مطرح شد، بخصوص وزیر دفاع آمریکا به او اشاره کرد و سرمنشی ناتو، این بود که اینا فکر میکنن که گروه جدید در افغانستان به وجود نامده، فقط گروه های سابق هستن که تغییر شکل دادن، تغییر نام دادن و تغییر بیرق دادن. به این معنی که به حد که کشورهای همسایه افغانستان، روسیه و نگرانی ها در داخل افغانستان از وجود داعش و رشد داعش مطرح است، اینا این موضوع را خود جدی نمیگیرن. اما وزیر دفاع، سرپرست وزارت دفاع افغانستان تاکید بر این داشت که با شورش ها باید مبارزه شود، هر کسی که از زیر هر نامی که است و مبارزه از طرف دولت افغانستان شود. چیزی که بالاش تاکید میکردی که ما به حمایت مالی بیشتر نیاز داریم، ما به تمویل بیشتر نیاز داریم و ما به قوای هوایی ضرورت داریم و به این مجدر هم داد که گویا این خواستایشان از طرف ناتو پذیرفته شده و با دست پر به افغانستان برمیگرده. آقای فرید، در نشست امروز مأموریت قاطع 6 ماهه نیروهای ناتو در افغانستان هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نگاه وزیران دفاع ناتو به مأموریت 6 ماهه‌شان، یعنی مأموریت بیشتر ملکی در افغانستان چگونه بود؟ اینها چی نتیجه به دست آوردن از مأموریت 6 ماهه‌شان در افغانستان؟ خب گپ اصلی است که مأموریت 6 ماهه با جنگ بسیار شدید به همراه بود در افغانستان. اما تو که خبرهای مختلف هم نشر میشه و گروه ها تلاش دارن تا با نیروهای افغانستان بجنگن، بیشتر ارزیابی هایی است که گویا ای یک آزمون است در برابر نیروهای امنیتی افغانستان که اینا توانایی هایشان، مسلکی بودنشان و ای که با شورشی ها چیگونه برخورد میکنن. در این فصل و همین 6 ماه گذشته ارزیابی شده و هنوز همین ارزیابی جریان داره که همین در دوران که باش ما هستی میره فصل جنگ نامیدن، گفتن در ختم فصل جنگ ارزیابی های کلی صورت میگیره و بعد از او تصمیم در مورد ادامه همکاری یا چگونگی همکاری ناتو با افغانستان در سال پس از 2016 گرفته خواهد شد که او در جولای 2016 در شهر وارسا در کنفرانس دایر میشه و در اوجی تصمیم گرفته میشه. حالا شما در میان وزیران دفاع کشورهای ناتو حضور داشتین، نگاه اعضای ناتو درباره افغانستان چگونه بود؟ حالا برخی نگرانی های در افغانستان وجود داره که افغانستان حالا از نگاه جامعه جهانی به ویژه ناتو افتاده و کمتر به افغانستان توجه شده و به ویژه ظهور داعش در کشورهای خاورمیانه افغانستان را از نظر این کشورها انداخته است. خب از یک سو دراسترین ماموریت ناتو در افغانستان بوده که بیش از در حدود 14 سال میشه و از سوی دیگه هم که شما برش اشاره کردین موضوعات مهمتر به وجود آمده، موضوع اوکراین است، موضوع سوریه است و موضوع داعش است در سطح جهان که یک تهدید خوانده میشه.
بناهن مصروفیت های دیگه این برای سازمان پیدا شده و این بدون شک تاثیرگذار است بالای ماموریت ناتو در افغانستان و بخصوص با توجه به فروز و فرادهایی که روابط افغانستان در سال گذشته داشت با کشورهای مختلف سازمان ناتو و ایالات متحده آمریکا، اونا تاثیرگذار است. اما چیزی که هنوز وجود داره ای است که علاقمندی برای کمک به افغانستان به و تعهد برای کمک به افغانستان هنوز وجود داره و کشورهای عضو ناتو متحد هستند که نیروهای امنیتی افغانستان در دراز مدت تمویل بکنن، حمایت بکنن و از اینا پشتیبانی بکنن. سپاس از حضورتان در برنامه. فرید احمد از بروکسل. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. آقای سجادی، شما نشست امروز ناتو را چگونه ارزیابی کردین؟ بار دیگر اینها تعهد سپردن که افغانستان را تنها نمیگذارند، تا سال 2017 نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت مالی میکنند و در کنار از این روند خروج نیروهایشان از افغانستان هم کنتر نسبت به گذشته میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما بینندگان محترم. من فکر میکنم بحث ناتو یک بحث مهم با توجه به چند سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان است. به این معنا که در واقع ناتو در افغانستان یک مأموریت حیثیتی را داشت. به همین لحاظ شکست ناتو در افغانستان به معنای شکست ناتو در مجموع برنامه های امنیتیش خواهد بود. و اولین مأموریت ناتو در حوزه خارج از کشورهای عضو ناتو افغانستان بود. شعار مبارزه با تروریسم بود، ایجاد آوردن امنیت و ثبات در افغانستان. متاسفانه طی سالها حضور ناتو در افغانستان ما شاهد تأمین او اهدافی که به خاطر او ناتو در افغانستان حضور داشت نبودیم. به لحاظ امروزه هم اجلاسهای بعدی که ناتو برگزار میکنه در ارتباط با آینده کاری خودشان به افغانستان به عنوان یک مأموریت چالش برانگیز نگاه میشه. به این معنا که از یک طرف ناکامی ناتو در افغانستان به مفهوم ناکامی ناتو در آوردن امنیت و ثبات در حوزه های مورد نظر و همچنین مبارزه با تروریسم است و از طرف دیگر باز کردن مسیر جدید برای رقبایشان میتونه باشه. حضور موفقانه ناتو در یک کشور میتونست برای ناتو آینده امیدوار کننده ای را نسبت به جلب اعتماد اعضا و موفقیت این نهاد در امر مبارزه با تروریسم و امنیت بین الملل به همراه داشته باشه. اما آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد چیزی نبود که انتظار می رفت. نه اعضای ناتو او را پیش بین بود و نه کسان دیگر و تحلیلگران دیگر. برای اینکه افغانستان یکی از مأموریت های مهم می بود که در اونجا در واقع محک می خورد اقدامات ناتو به عنوان یک نهادی که بتواند با تروریسم مبارزه بکند و در راستای گسترش صلح و دموکراسی در جهان کارهای موفقانه را انجام بده. اجلاس اخیری که ناتو برگزار کرد قابل پیش بینی بود. اینا با توجه به همون بار حیثیتی که مأموریت افغانستان برایشان داره هیچگاه نمیتوانند افغانستان را کاملا از حوزه کاری خودشان دور بسازه و حذف بکنه. بنابراین از یک طرف ناتو تحت فشار افکار عمومی مردمشان قرار داشت مبنی بر این که سالها حضور اینها در جنگ افغانستان یک جنگ فرسایشی خسته کننده بود که اینا رو دیگه اجازه نمیداد که در این جنگ سربازان خودشان رو همچنان حفظ بکنه. یعنی اینا تلاش کردند که در یک اقدام آبرومندانه به جای این که به تدریج کشورهای عضو ناتو به صورت یک جانبه اقدام به خروج قوتهای خودشان از افغانستان بکنند، یک برنامه را روی دست گرفت که گویا دیگر ناتو مأموریت نظامیش به پایان رسیده و من بعد تلاش خواهد کرد که مأموریت خود را از طریق حمایتهای لوجستیکی و تربیوی از نهادهای امنیتی افغانستان انجام بده. ولی در این راستا هم متاسفانه ما شاهد چالش‌های جدی بودیم و هستیم. به این معنا که هنوز هم نهادهای امنیتی افغانستان
از او توانمندی لازم به لحاظ تجهیزات و به لحاظ امکانات نظامی برخوردار نیست که بتواند با چالش هایی که امنیت افغانستان و منطقه را تهدید میکنه مقابله بکنه. ولی این نکته را کشورهای عضو ناتو به خوبی میدانه که شکست و ناکامی پروسه ای که با همکاری ناتو و جامعه جهانی در افغانستان در آغاز دهه 80 شروع شد به معنای شکست ماموریت ناتو و به اعتبار شدن سازمان پیمان اتلانتیک شمالی خواهد بود. از این منظر ما همچنان که در خبرهای اعلام شد بازم مشاهده میکنیم که علارغم اینکه دستور کارهای جدید مثل بحث سوریه و منازعات منطقه‌ای دیگر در دستور کار ناتو قرار میگیره، ولی باز هم افغانستان به عنوان یکی از محورهای اصلی ماموریت ناتو مورد توجه قرار داره و اونا در واقع تعهد خودشان را بر حمایت نیروهای امنیتی افغانستان برای دوامدار و مدت زمان طولانی تر اعلام کردن. البته در این که ما تا چی اندازه میتونیم این حمایت را برای طولانی مدت به همراه خود داشته باشیم طبعا بستگی به برنامه های دولت افغانستان خواهد داشت. با کمال تاسف اگر آقای استانکزی به عنوان وزیر دفاع افغانستان با ارائه یک استراتژی امنیتی مشخص برای مبارزه با تروریسم روی میز ناتو پلان‌های حکومت افغانستان را قرار می‌داد، ما باور داشتم که بیشتر از این می‌توانست که حمایت‌های اقتصادی و سیاسی ناتو را جلب بکنه. تا این جای قضیه هم جای امیدواری هست که به هر حال ناتو متحد باشه در ارتباط به حمایت‌های لوجستیکی و تربیوی نهادهای امنیتی افغانستان. آقای صبوری، حالا در اینجا حضور افغانستان آن هم با سرپرست وزارت دفاع افغانستان بدون برنامه و با برنامه مشخص اینجا افغانستان حضور نیافت و این مسئله فکر نمی‌کنی که سبب دلسردی سران ناتو به افغانستان میشه؟ چون اینها فکر میکنن با هر گونه برنامه در افغانستان با شکست مواجه میشن. حالا تنها بار حیثیتی ناتو در افغانستان سبب شده که اینها در افغانستان بمانند و هر بار نگاه نیمه به افغانستان داشته باشند. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین چوکات یا چارچوبه که بعد به اساس از او ناتو و در مجموع ناتو کمک‌های خود به افغانستان میکنه و بسیار مشخص است و کدام چیز نو نیست که ما به یک برنامه دیگه بر از او پیشنهاد کنیم. ما صوفا داریم و همچنان بی اس ای داریم، بی اس ای با امریکا و صوفا با ناتو داریم که به اساس از او در بسیار وضاحت داده شده که کشورهای عضو ناتو در کدام قسمت ها با افغانستان همکاری میکنن. یک چیزی که همیشه وضاحت نداشت و همیشه مورد بحث بود او کلمه، ما در همیشه در اونجا سه کلمه استفاده میشد در هر دو تعهدنامه قرارداد که یکیش حمایت است، مشوره است و آموزش است. همیشه کلمه که مشکلزا بود این بود که حمایت چوکاتش چقدر است. این همیشه مورد بحث بود. چیزی را که دولت افغانستان یا در گذشته و حال هم دولت افغانستان و با اجندای بسیار مشخصه که قبل از سفر وزیر دفاع سرپرست وزارت دفاع افغانستان به ناتو صورت گرفت، و چیزی که بسیار واضح و مشخص بود، یکی از اجندای بسیار اساسی و عمدهش حمایت کمک در بخش نیروهای هوایی افغانستان بود. یکی از اساسی ترین مشکلات افغانستان بود در چند سال اخیر. دلیلش چی بود؟ دلیلش این است که نیروهای زمینی افغانستان تا حد زیاد کمک برای صورت گرفته از امکانات در سطح نیروهای زمینی دارن، ولی چیزی که مشکل همیشه برای نیروهای امنیتی افغانستان بود هیچ وقت اینا، مثلا ما مثال بسیار خوب داریم، یمگان داریم، قندوز داریم، ما دیدیم که بسیار مثال بسیار زنده است که نیروهای امنیتی ما در محاصره قرار میگیرن برای چندین روز تا برای اینا کمک نمیرسه. دلیلش چیه؟ ما اونمو نیروی هوایی که بتونه در اسرع وقت کمکاره نیروهای تازه نفس از یک نقطه به اون جایی که در حقیقت نیروهای امنیتی افغانستان در محاصره قرار دارن، در خطر قرار دارن و ایست که نیروهای امنیتی تلفات و زخمیایی را دارن کور از ساحه بیرون کنن برای معالجه و ایست که هلیکوپترها یا مثلا نیروی هوایی که بتونه بعض زخمیایی که وضعیتشان خراب است در مساحه که اینا زخمی سن از اونها یعنی کمکای طبی بر از اونها برسانن، در حقیقت این وجود نداشت. این همیشه یکی از سوالات بسیار اساسی بین دولت افغانستان و ناتو بود که چطور ما میتونیم از تلفات نیروهای امنیتی افغانستان جلوگیری کنیم. مشکلی که چیز اجندایی که بسیار مشخص بود با ناتو که بعد صورت میگرفت
ما مطمئن هستم که حتی سرسانه ایم شد ما از طریق تلویزیون طلوع حتی ما شنیدیم که هدف عمده سفر سرپرست وزیر دفاع در اونجا چی بود؟ یک موضوع که بسیار مشخص بود کمک به نیروهای کمک در عرصه نیروهای هوایی افغانستان یک موضوع. موضوع دیگه موضوع بررسی وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان بعد از این فصل جنگ است که این در حقیقت تعیین کننده تنها برای کشورهای اروپایی نه بلکه به ایالات متحده آمریکا هم. بعد از ختم فصل جنگ امسال چند کار که میشه ناتو هم وضعیت بررسی میکنه و ایالات متحده آمریکا هم وضعیت بررسی میکنه. رئیس جمهور افغانستان شاید سفر داشته باشه به ایالات متحده آمریکا بعد از ختم فصل که به اساس از اینا میبینن که چقدر وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان بهتر شده و یا بهتر نشده که به اساس از او یک فیصله صورت بگیره که کمک هایی را که ایالات متحده آمریکا و یا ناتو در مجموع به نیروهای امنیتی افغانستان بعد از سال 2016 الا 2024 انجام میتن تا کدام میار باشه و نیروهای آمریکایی و یا ناتو تا چی حد آیا حضورشان بعد از 2016 در افغانستان باشه، به چی تعداد باشه، در کدام قسمت ها باشه، اما نوعیت از این سر از این بحث خواهد شد. بنابراین چیزی را که من خلاصه می خواهیم بگویم که بعض موضوعات بسیار واضح و مشخص بود. دولت وزیر دفاع افغانستان با یک اجندای بسیار مشخص اونجا رفته بود و موضوع را سرش بحث کرده بود. من فکر می کنم که موضوع سرش بحث صورت گرفت. بله. فکر می کنم بیشتر سر از صحبت خواهد شد. اگر اجندا و برنامه های حکومت افغانستان در چنین نشست های برای اعضای ناتو مهم نباشه. حالا آقای سجادی گفتن که شکست، پیروزی و اعتبار ناتو در افغانستان در مأموریتش در افغانستان گره خورده. حالا ناتو به خاطر حفظ حیثیت خود در افغانستان میخواهد که این مأموریت به هر نوشه و موفقانه به انجامش برسانه. اگر در اینجا افغانستان مدیریت درست از جنگ نداشته باشه، حالا جنگ افغانستان توسط وزارت دفاع رهبری میشه، این وزارت سرپرست نداره، بیش از 50 مقام بلند پایه و پایین پایه میان پایه توسط سرپرستای داره میشه، حالا به برنامه‌گی حکومت افغانستان در رهبری جنگ و همچنان نداشتن یک آجندای منظم در چنین نشست‌های بین المللی، فکر نمی‌کنه که مأموریت ناتو را در افغانستان با چالش روبرو می‌سازه؟ سرانجامش این کشورها نخواهند توانست به موفقیت برسن و حیثیت خود را حفظ کنند. ببینین اگر سر موفقیت ناتو صحبت کنیم در افغانستان، موفقیت هیچ وقت مطلق نیست. اگر ما فکر کنیم که ناتو حتما اگر 30 سال دیگر هم در افغانستان باشه، تا زمانی که مخالفت‌های یا مخالفین در مقابل حکومت اولا و حکومتی که باشه وجود داشته باشه، ناتو نمیتونه. و دوم، موضوع یک جنگ چریکی است. شما نمیتونید یک جنگ چریکی رو به کلی از بین ببرید. ما مثال‌های بسیار زیاد را داریم، از آمریکای جنوبی گرفته، از آمریکای جنوبی گرفته تا آفریقا و تا حتی در بعض قسمت های اروپا. ما مثلا دیدیم که جنگ حتی اسکاتلند اجاره که تا مثلا که جایی هستن که بیشتر هم بود، ولی یک گروپ های بسیار خرد بود یا گروپ های جدایی طلب بود یا گروپ های بودن که مخالف دولت بودن. بنان اگر ناتو یا تمام جهان هم بخواه، مشکل است که اینا به شکل مطلق در افغانستان پیروز شوند. ولی چیزی که اینا میتونن امو اندازه مشکلی که در افغانستان وجود داره، مخالفت هایی که وجود داره، جنگ های مسلحانه رکت داده که بتونن نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت کنه، او را جلوگیری کنه. این کار است که کشورهای ناتو میتونه. بدون شک موفقیت ناتو در افغانستان بستگی به وجود فلسفی وجودی از اینا هم داره، به خاطر که اینا زیادترین عسکر و تلفات و پول و در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی در افغانستان مصرف کردن. بنابراین بسیار مشکل است برای اونا که ببینن یک پروسه را که اینا 13 14 سال پیش آغاز کردن در اون موفق نباشن. بنابراین بدون شک رابطه مستقیم بین موفقیت از اونا و فلسفه موفقیت از اونا در افغانستان و فلسفه وجودی خود ناتو وجود داره که بدون شک بر از اون بسیار مهم است. آقای نوری، شما تجربه کار با کشورهای عضو ناتو به ویژه نیروهای ناتو در افغانستان دارین، امروز ارزیابیتان از این نشست چگونه بود؟ سطح علاقمندی و تمایل وزیران دفاع ناتو را در پیوند به افغانستان چقدر یافتین؟ آیا علاقمندیشان نسبت به سالهای گذشته به ویژه تمرکز ناتو در کشورهای خاورمیانه در جنگ با داعش کمتر نشده؟ بله، به نام خدا، با سلام به شما و همکاران عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون طلوع. هرچند در اعلامیه‌ای که امروز در نشست بروکسل در ختم نشست
مطرح شید و به خورد رسانه ها داده شید به افغانستان اشاره نشیده. ولی در صحبت های نشست ویژه صورت گرفت و نشست ویژه صورت گرفت و صحبت هایی که خود دبیرکل سازمان ناتو داشت، اینا نشان میده و در کل وضعیتی که در فعلا در جهان حاکم است و تغییری سریعی که در یک سال اخیر به وجود آمد، ظهور داعش در خاورمیانه و همچنان بحران اوکراین، زیر مجموعه تهدیدها به نظر ما از دید ما ناتو فوق العاده علاقمند افغانستان است و علاقمندیش نسبت به افغانستان بیشتر می شود. حالا این علاقمندی ناتو به افغانستان به چه علتی است؟ آنگونه آقای سجادی گفتن حالا اینجا در افغانستان بار حیثیتی داره ناتو و به همین خاطر می خواهد که افغانستان از نظر خود نندازه. حالا اعتبار ناتو هم در جنگ در ماموریت افغانستان گره خورده. هم بار حیثیتی داره و هم عرض کردم که ناتو در کل به گونه کلی دو تا تهدید علی خودش ارزیابی میکنه که تهدیدی که از جنوب میآید با محوریت داعش از کشورهای خاورمیانه و آفریقا و تهدیدی که از شرق میآید با محوریت اوکراین و از روسیه. زیر مجموعه این دو تهدید که را تهدیدات هایبریدی ناتو نامگذاری کرده و عنوان میکنه، افغانستان هم زیر مجموعه این دو تهدید در واقع در مرکز این دو تا تهدید و دو شاخه تهدید قرار داره. از زاویه هر دو شاخه تهدید افغانستان در فوکس ناتو قرار داره و ناتو واضح و روشن در نشست امروز حمایت خودش و حمایت دوامدار خودش نسبت به افغانستان اعلان کرد. آقای سجادی، حالا آجندای افغانستان در چنین نشست های برای کشورهای عضو ناتو مهم نیست و همه چیز از قبل برنامه ریزی شده آنگونه که آقای صبوری میگن، فکر میکنی که این مسئله میتونه که سبب کاهش و یا بیشتر شدن علاقمندی ناتو به افغانستان شود، نبود یک برنامه مشخص؟ من کمی دید متفاوت دارم که 14 سال حضور ناتو در افغانستان بیانگر یک نقطه روشن بود که با کمال تأسف دیدگاه مشترک در مورد مسئله مبارزه با تروریسم بر بین کشورهای عضو ناتو وجود نداشت. به همین لحاظ استراتژی مشترک هم ناتو در امر مبارزه با تروریسم نداشت و همین مسئله باعث شد که ما شاهد ظهور و رشد مجددی در واقع حراس افغانی در کشور خود و در منطقه باشیم. این نکته بیانگر است که کشورهای عضو ناتو عضویت خودشان را از یک طرف طبعا در راستای تامین منافع ملی خودشان تحلیل میکنه در ناتو و دوم ناگزیری هایی داره برای همراهی ایالات متحده آمریکا به عنوان رهبری مبارزه با تروریسم در افغانستان یا در دیگر مناطق. از این جهت ما در واقع بسیار این فرضیه رو نمیتونیم تاکید بکنیم که گویا در نشست های اینچنینی برنامه ها از پیش تعیین شده است و هیچ گونه دیدگاه خاصی در مورد افغانستان یا مسائل دیگه ای که مربوط میشه با تروریسم در اونجا مورد بحث و بررسی قرار نمیگیره. نخیر، من فکر میکنم که برای کشورهای عضو ناتو یک سری مباحث که جزء سیاست های اعلانی شان هست ایجاب میکنه که اینا در اون ارتباط همیشه به صورت اعلانی اعلام بکنه که ما چی دیدگاهی داریم. مثلا بحث مبارزه با تروریسم، مثلا پروسه ای که در افغانستان اونا شروع کردن، بازم اعلام میکنن که ما حمایت میکنیم. اما یک بخش قضیه سیاست غیر اعلانی ناتو هست و اون این که به هر حال چیزی که در رسانه ها معمولا گفته نمیشه و کشورهای عضو ناتو عملا در راستای اونها قدم میگذاره. از این منظر او علاقمندی که ایالات متحده آمریکا یا کشور مثل انگلیس در افغانستان داره طبعا دیگر کشورهای عضو ناتو او علاقمندی رو نداره. همراهی اونها با این قدرت ها صرفا به خاطر حفظ هویت کلی ناتو است و امو عضویت اینها در این سازمان یک سری الزامات و تعهدات را برای اینا ایجاد میکنه که اینا در کشورهای مثل افغانستان که تبدیل میشه به کانون تهدیدات بین المللی باید حضور خاص خودشون رو داشته باشه. من میخوام این نکته رو تاکید بکنم که برای افغانستان هنوزم نقطه نظرات ناتو یک فرصت هست، اما این فرصت محدود است به این معنا که اگر ما استراتژی امنیتی ملی افغانستان را داشته باشیم
و دیدگاه های مشخص را در امر مبارزه با تروریسم داشته باشیم که بتوانیم جانب مقابل را به عنوان همکار و کسانی که با ما قرارداد امنیتی به امضا رسانده مجاب بسازیم و ملزم بسازیم به ای که روی محورهای خاصی اجرای استراتژی ما را همکاری بکنه. در اون صورتی چانس هنوز وجود داره که ما بتانیم از حمایت های سیاسی و مالی ناتو استفاده بکنیم. در غیر او صرف ای که ظهور داعش تهدیدات جدید و موجب شده که ما مثلا پیشنهاد جلب کمک‌های مالی تازه را مطرح بکنیم، من فکر می‌کنم که اینا نمیتونه ما را به کامیابی برسانه. تهدیداتی که در افغانستان وجود داشته، چی در قالب داعش یا در قالب حراس افغانی و طالب و امثال اینا، همچنان سر جای خود باقی است. آیا با توجه به مأموریت مشترک ناتو و کشور افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و معاهده دو جانبه و چند جانبه ای که وجود داشته، کشورهای عضو ناتو متحد هستند در آوردن ثبات و امنیت در افغانستان یا خیر؟ اگر جواب مثبت است، ما نیاز به برنامه عملی داریم. این برنامه عملی را امروز دیگه حکومت افغانستان باید تدوین بکنه. اگر این برنامه عملی از سوی ما ارائه نشوه، شما نباید انتظار ارائه یک برنامه منسجم را از سوی کشورهایی داشته باشید که اونا هر کدام منافع ملی خودشان را در افغانستان تعقیب میکنه. و اما اگر شکست موفقیت و اعتبار کشورهای عضو ناتو در افغانستان گره خورده باشد در مأموریت افغانستان، اینها باید با برنامه مستقل به خاطر حفظ حیثیت خود مأموریت پیش ببرند و به انجامش برسند. ببینید، من میخوام میراست کنم که ما از اینکه ناتو به هر حال اعتبار سیاسیشان و همچنین ادامه موجودیت این سازمان در گرو موفقیتشان در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان است. شکست ناتو در افغانستان به مفهوم فروپاشی این سازمان خواهد بود به لحاظ اعتماد سیاسی کشورهای دیگر نسبت به در واقع اراده و نسبت به توانمندی این سازمان در امر مبارزه با تروریسم. یعنی در هیچ جایی از دنیا در تاریخ سازمان ناتو شما یک مأموریت دوامدارتر و مشترکی را مثل مأموریت ناتو در افغانستان مشاهده نمی کنید. اگر این نمونه با شکست و ناکامی روبرو شود، دیگر برای ناتو نه اعتبار سیاسی باقی میماند و نه اعتماد برای ایجاد امنیت و حفظ امنیت بین الملل از سوی دیگر کشورها. از این منظر ناتو بالاخره ناگزیر هست برای حفظ همین پرستیژ و حیثیت و اعتبار خودشان و همچنین ادامه موجودیت خود، ناگزیر است که با افغانها همچنان همکاری بکنه و این پروسه را به موفقیت برسانه. ولی اون نکته ای که شما اشاره کردید که حضور فیزیکی اینها در پهلوی افغانها، ببینید کشورهای عضو ناتو به عنوان کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک به شدت تحت تاثیر و فشار افکار عمومی مردم خودشان قرار داره. اینا نمیتونن به صورت دوامدار فرزندان مردم خودشان را در یک جنگ فرسایشی مثل افغانستان همچنان در سنگرها حفظ بکنه. به این لحاظ اینا ناگزیر بودن که این استراتژی تغییر بدن. از افغانستان امنیتشان تهدید شود، هم مانند سالهای رژیم طالبان، در آن صورت فکر نمی‌کنه که از روی ناگزیری به خاطر امنیت خود بار دیگر باید با دقیقاً همین ناگزیری است که من عرض کردم که ناتو نمیتواند افغانستان را نادیده بگیره. چرا؟ برای اینکه حضور ناتو در افغانستان برای افغانستان نبود. حضور ناتو در افغانستان برای مقابله با تهدیداتی بود که به نام تروریسم بین المللی از او یاد میشد. بنابراین او تهدید جهانی که بعد از حادثه 11 سپتامبر در واقع شکل گرفت و باعث شد که ناتو در افغانستان حضور پیدا بکند، او تهدید و ریشه هایش هنوز هم موجوده و بلکه قوی تر شده. اون منطقی که حضور ناتو را 14 سال پیش در افغانستان توجیه میکرد، همون منطق امروزه وجود داره که کشورهای عضو ناتو را مصمم بسازه برای حمایت از افغانها در امر مبارزه با تروریسم. سپاس. و ادامه برنامه کنکاش هم پس از وقفه کوتاه ادامه میدیم. با ادامه برنامه کنکاش خوش آمدید. آقای صبوری، هنوز هم ریشه های تهدید سالهای پیش از 11 سپتامبر در افغانستان وجود داره و هنوز هم جهان از افغانستان تهدید میشه و ریشه های تهدید جهان از افغانستان در حال گسترش هم هست. اما با وجود این همه تهدیدها در افغانستان، در نشست امروز سران ناتو هیچ نگرانی در پیوند به ظهور گروه های تازه حراس افغان به ویژه داعش نشد و حتی گفتند که این مسئله زیاد برایشان جدی نبود و بیشتر به این مسئله نپرداختند. فکر میکنه واقعا حضور گروه های تازه حراس افغان با ویژه بلند شدن سر و صداها از هسته گذاری های داعش در افغانستان نگران کننده نیست و نباید جدی گرفته شود؟
ببینین چیزی که بحث شد در مجموع تروریسم تنها در افغانستان بلکه در منطقه یک در منطقه جغرافیایی که ما هستیم یک مشکل است به اروپا و ایالات متحده آمریکا در مجموع. بنابراین اجندای همیشه مجلس اجندای وزرای دفاع ناتو زمانی که تنظیم میشه هیچ وقت یک موضوع بسیار مشخص و بلکه موضوعات بسیار متعدد است، هم از اروپا هم از آسیا هم در جای مختلف موضوعات بسیار است و در حقیقت اساسی ترین موضوع خود شک در بحث وزرای دفاع ناتو است، توانایی های خود ناتو بیشتر سر از او بحث میشه و همکاری های خود از او بیشتر بحث میشه، بحث های دیگه آشیوی میباشه که سر از او بحث میشه. موضوع افغانستان یکی جز از او است، ولی در جز موضوع افغانستان بحث تروریسم، بحث تهدیدهای که از طرف گروه های تروریستی چی در تنها در افغانستان نه بازم اشاره میکنم در منطقه مجموع زیر بحث قرار میگیره. من این بحث در اوج صورت گرفت و از مخاطر هم جلسات مشخص با سرپرست وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت که به اساس از او یک بررسی وضعیت صورت بگیره که آیا چی وضعیت وجود داره، تهدیدهایی که در گذشته از سال دامرقم که اشاره شده است بعد از 11 سپتامبر متوجه اروپا و آمریکا در مجبور بود، آیا هنوز تهدیدها وجود داره و چقدر است، آیا این میتونه در آینده هم برای اینا مشکل ایجاد کنه و یا مقیاسش کمتر شده و قدر جدیتر نیست همون قدری که در سال 2001 بود. بنابراین چیزی که بسیار اساسی است برای ناتو ای است که هنوز تهدید به او شکل جدیه که باید از بین میرفت از بین نرفته. صحیح است که القاعده شاید ضعیف شده باشه ولی در مقابل از گروه های تندرو و دیگه رشد کرده که میتونه خطر جدی در آینده باشه. ما مثلا موضوع داعش شاید بسیار موضوع بزرگ در منطقه مشخص به افغانستان نباشه ولی میتونه یک تهدید بسیار بزرگ است در منطقه شرق میانه در بی‌ثباتی شرق میانه که باز میتونه پسان مشکلات بسیار کلان را در اروپا ایجاد کنه که یک مشکل بسیار سادهش مهاجرین است که به میلیون ها نفر مهاجر شدن. البته شما ببینید که به کجا راه خود پیدا میکنن. بنابراین یکی از موضوعاتی است که یک مثال است که برشون اشاره کردم. بنابراین موضوع تروریسم و یا موضوع تهدیدهای امنیتی که در که اروپا به او روبرو خواهد شد در از تنها افغانستان نیست بلکه منطقه است و بالاخره کل از منطقه فرا منطقه اگر بریم در شرق میانه کی میتونه پسان تهدید. بنابراین سر از این موضوعات بحث شد، افغانستان در محراق از او است. دلیلش این است که در 13 سال گذشته به اساس دلیلی که یگانه عاملی که نیروهای ناتو به افغانستان آمدن یک موضوع بود، موضوع مبارزه با تروریسم و چیزی که در خطره که میتونست یا هنوز هم میتونه کشورهای اروپایی را و آمریکایی را تهدید کنه. بنابراین او خطر مرقمی که بیشتر اشاره شد و موافق هستم که خطر هنوز از بین نرفته، فقط شکل خود تاکید تغییر داده و ایران میتونه یک تهدید برای آقای صبوری. اگر این خطر هنوز هم از بین نرفته پس ناتو میتونه با ماموریت های زیر نام حمایت قاطع و یا مشارکت پایدار پس سال 2016 این تهدیدها را دفع کنه؟ ببینین البته ولی با وقت نیاز داره. ما تعداد نیروهای امنیتی را که قرار بود افغانستان پیشنهاد دولت افغانستان پیشنهاد کرده بود که ما به خاطر آوردن ثبات در افغانستان مثلا 3,52,000 نیرو ضرورت داریم، با اینی امکانات ضرورت داریم. چیزی که همیشه پیشتر هم مثلا از او بحث کردم، چیزی که همیشه مشکل بود و یا تعریف ناشده بود حدود حمایت بود، کلمه حمایت بود که چی نوع حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان میکنه که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی از این داشته باشه که از تمامیت ارضی افغانستان و امنیت در افغانستان تامین کرده بتانه. بازم چیز را که من اشاره میکنم هیچ کشور ولو در به شکل انفرادی ایالات متحده آمریکا و یا به شکل گروهی ناتو به هیچ وجه نمیتونن به شکل دائم العمر در یک کشور بانن. افکار اما یکی از اون موضوعات است، امکانات مالی از موضوعات دیگه است، منافع کشورها همیشه در حال تغییر است، اولویت های سیاست خارجی کشورها همیشه در حال تغییر می باشه، امکان داره و میزان از یا درجه از این بعض وقت کم میشه بعض وقت بالا میره. من افغانستان در 2001 الا 2010 در یک درجه بسیار بالا قرار داشت، بعد از او آساسا ذهنیت های یا ذهنیت عامه در کشورها پایان شد از حمایت از این جنگ. بنان جنگ موضوعات دیگه در شرق میانه پیدا شد، موضوع روسیه فعلا بسیار داغ است، موضوع اوکراین بسیار یک از موضوعات اساسی است. بنان اما اولویت های کشورهای چون ایالات متحده آمریکا و در مجموع ناتو اساسا تغییر میکنه، ولی به هیچ وجه به این معنا نیست که اینا یک
یک ماموریت را که در یک جای شروع کردن به شکل به کلی ختم کنن و بگوین که خب ما بعد از خود رسیدیم به این موضوع حل شد. اگر ناتو بدون حضور نظامی در افغانستان میتونه که از این بار جنگ افغانستان برایه و این تهدیدها را مهار کنه، حالا تجربه ماموریت 6 ماهه حمایت قاطع در افغانستان نشان داد که در خلای حضور نیروهای ناتو در افغانستان گروه های تازه در افغانستان ظهور کردند، جغرافیای جنگ تغییر کرد، جغرافیای جنگ گسترش یافت و همچنان میزان تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر شد و تهدیدها در سراسر افغانستان حاکم شد. پس چگونه با این گونه ماموریت ها میتونه که بتانه خودش در امن نگه داره؟ ببینین، من این بیشتر ربط به وضعیت داخلی افغانستان میتونم تا به حمایت ناتو، به خاطر از این که 2015 بسیار واضح و مشخص بود که افغانستان با تهدیدهای بیشتر روبرو خواهد شد. او هم پس از خروج نیروهای خارجی؟ البته، ولی 2015 به خاطر از این که در حقیقت در خط اول جبهه دیگه نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارند، نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا، این موضوع بسیار واضح بود. چیزی را که مشکل ایجاد کرد در افغانستان، که اگر بسیار کم پشت سر بریم، موضوع انتخابات و موضوع عدم روشن بودن وزرا و این موضوعات بود که در حقیقت وزارت‌های سکتوری امنیتی ما نتانستن امو تصمیم های لازم یا امو در حقیقت پلانگذاری لازم که اینا بتانن آمادگی لازم به خاطر تغییر تکتیک که طالبا یا گروه های مختلف میتونستن در افغانستان داشته باشن بعد از این که اینا در خط اول قرار میگیرن، این آمادگی رو اینا نداشتن. این چیزی بود که مثلا ولی حالا مگر ما میبینیم که در بعض ولسوالی ها البته سقوط کرد، بعد از اینا دوباره گرفته شد، ولی ما میبینیم که در حقیقت مو توانایی هنوز وجود داره که اگر احیانا یک ولسوالی سقوط میکنه، دوباره نیروهای امنیتی افغانستان توانایی از رو دارن که برن در حداقل یک روز، دو روز یا سه روز دوباره و چه بگیرن. ولی این کوتاهی را من بیشتر جنبه داخلی میبینم که دولت افغانستان آمادگی کامله به یک وضعیت متفاوت نگرفته بود، نه به این که ناتو مثلا باید برای حکومت افغانستان میگفت که وضعیت به این شکل میشه در سال آینده، شما باید آماده باشین. این وظیفه بسیار عمده و اساسی دولت افغانستان بود که متاسفانه ارتباط از بسیار مستقیم به وضعیت داخلی خود افغانستان داره. آقای نوری، شدت گرفتن جنگ در افغانستان و همچنان افزایش دامنه حملات هراس افغانانه مخالفان مصالح دولت و دیگر هراس افغانان خارجی بیشتر برخواسته از عوامل داخلی است. حالا در چنین یک وضعیت فکر میکنه که ناتو میتونه زمان بیشتر به نفع خودش و به نفع افغانستان تغییر بده؟ سخنان دبیر کل ناتو را شنیدین، گفتن که زمان بیشتر به سود افغانستان و ناتو درگذر است. بله، من فکر میکنم که به دلیل یک وقفه که به وجود آمد، خود ماموریت حمایت قاطع یک تغییر جدید در سیاست ناتو در افغانستان بود و مرحله اولی از این که 6 ماه در بر گرفت، این یک برنامه ریزی ابتدایی بود و مرحله اساسی فیز دومی از این که در 6 ماه بعدی آغاز میشه و دبیر کل ناتو امروز اشاره کرد که در 6 ماه بعدی فعلا برنامه ریزی آغاز شده روی 6 ماه بعدی. در 6 ماه بعدی توانمندی های نیروهای امنیتی افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان، چیزی که وزیر دفاع افغانستان در این جلسه با خودش برد، یک موضوع سرپرست وزارت دفاع افغانستان با خودش برد، مسئله اول همی بررسی وضعیت امنیتی افغانستان و بررسی توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان بود که این تا سال 2017 را این نیازمندی ها را بررسی میشه و به این پرداخته میشه تا 2016 و از 2016 تا 2017 بحث دفاع مستقلانه پیش میاد و بعد از اون پایداری مالی. 3 مرحله است که اتفاقا دولت افغانستان برنامه بسیار مشخص و منظم در این موضوع در این زمینه مطرح کرده و این وزیر دفاع این برنامه را با خودش در این سفر با خودش برد و با وزرای دفاع ناتو مطرح کرد و به نظرم فیدبکش مثبت بوده و مطابق این برنامه ناتو وارد از چی میشه، وارد برنامه بعدیش میشه. اما این برنامه افغانستان دیده میشه که ناقص است. حتی در میدانهای جنگ افغانستان جنگ کسانی رهبری میکنند مجرب نیستند، کارکشته نیستند، با جنگ بلد نیستند. شما حتی وزارت دفاع افغانستان از نبود
مدیریت درست رنج میبرند. نیروهای امنیتی افغانستان در میدان با عالمی از مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. چگونه یک برنامه مشخص حکومت افغانستان در پیش برد جنگ داره و به اساس این برنامه حالا ناتو میاد که ماموریتش در افغانستان رهبری کنند؟ ببینین یک تجربه است که ما سال 1390 را تجربه کردیم. یک هجومی طالبان در اون زمان به شمال آغاز شد و بعضی ولسوالی ها در قندوز، در تخار سقوط کرد و حتی نفوذ دشمن به بدخشان سرایت کرد و بعد دیدیم که بعضی از فرمانده های در جدیدی رفتن و این هجوم قل و قم کردن. خب این هجوم دوم هم از بی برنامگی است. اگر برنامه پس از خروج نیروهای خارجی برنامه منظم و کارایی وجود می داشت، ما حالا با چنین سرنوشت روبرو نمی شدیم. ما عرض کردم که برنامه هست ولی ای زمان می گیره. مثلا با گفتم قدم اول در 6 ماه اول نیاز داشت دولت افغانستان که توانمندی های نیروهای امنیتی را و در کل از وضعیت امنیتی یک ارزیابی کلی داشته باشه و مرحله دوم که مرحله دفاع مستقلانه است که ما به مرحله وارد میشیم طبیعیه که باز وضعیت تغییر میکنه. آقای سجادی فکر میکنه که نیروهای امنیتی افغانستان بدون حضور نظامیان ناتو در میدانهای نبرد میتونن که از عهده این جنگ برایند؟ حالا شما گفتین که دیگر ناتو هیچگاه پای نظامیانش به افغانستان نخواهند کشید. خب ببینید ما سال 94 از جهات متفاوت است با سالهای 93 و 92 و سالهای قبل است. دو سه تا مسئله بسیار جدی رو ما در این سال داریم و داشتیم که در سالهای قبل وجود نداشته. یکی ای که کاملا یک جنگ افغانی و به رهبری افغانها رو داشتیم و عدم حضور کامل قوتهای بین المللی و ناتو در افغانستان، چیزی که در گذشته غیر از این بود، یعنی اونا حضور داشتن. و نکته دوم ای که با توجه به 14 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و سربازان ناتو در جبهات مبارزه با تروریسم، یک نوع بی‌اعتمادی یا بی‌باوری هم نسبت به توان نیروهای امنیتی افغانستان وجود داشت. چند ماه گذشته در نبود سربازان ناتو جنگ نشان می‌ده که نیروهای امنیتی افغانستان به هر دلیل با تمام کمبودهای مدیریتی و رهبری و تجربوی که شما اشاره کردید، اما توان رزمی و روحیه مقابله با دشمن را داره. ولی من فکر میکنم دو نکته دیگه است که در اونجا چالش برانگیز است که یک قسمتش رو ما میتونیم از طریق همکاری جامعه جهانی و ناتو جبران بکنیم، یک قسمت عمدش برمیگرده به رهبری حکومت وحدت ملی و در واقع سیاستمداران جامعه ما. آنچه که چالش ساز هست به باور ما عدم حضور قوت‌های ناتو در افغانستان نیست. آنچه که چالش برانگیز است در امر مبارزه با تروریسم نبود برنامه منسجم برای مقابله با تروریسم در درون حکومت وحدت ملی است. به این معنا که ما هنوز نه اتفاق نظر رهبری حکومت وحدت ملی را در امر مبارزه با تروریسم، مسئله صلح، مقابله با دهشت افغانی، مذاکره با نمیدونم طالب، بحث نوعی برخورد با پاکستان، در محورهای بسیار کلان و اساسی که رابطه مستقیم با بحث مبارزه با تروریسم داره، ما میبینیم که در بین رهبری سیاسی حکومت وحدت ملی متاسفانه تفاوت نظر وجود داره و اتفاق نظر در ارتباط وجود نداره. یک نکته. نکته دوم این که واقعا تا امروز ما به عنوان یک از اعضای مجلس نمایندگان که به هر حال در کمیسیون رابط بین الملل بارها و بارها با بعضی از مسئولین در ارتباط با این قضایا صحبت کردیم، هنوز یک مسوده یا یک سیاهه به نام استراتژی امنیتی ملی افغانستان رو ما در اختیار نداریم. چی چیزی را ما ارائه میکنیم برای دنیا و بر سر او میخواهیم که اونا ما را کمک بکنه؟ نبود استراتژی باعث شده که ما در امر مبارزه با تروریسم نتوانیم قوتهای مختلف را منسجم بسازیم و یک مدیریت سازمان یافته و قدرتمند را ایجاد بکنیم. لذا این نیروها به صورت اجزای پراکنده و مجزا از هم عمل میکنه و بینشان یک نوع در واقع مدیریت جدی وجود نداره. نکته دیگری که برمیگرده به بحث تعهدات ناتو که متاسفانه به خوبی انجام نشده، بحث جنگ مبارزه با تروریسم و مبارزه با جنگ‌های پارتیزانی و جنگ‌های چریکی نیازمند پشتوانه‌های قوی تسلیحات در واقع نظامی عصری است.
حداقل در خیلی از ساحات افغانستان به دلیل کوهستانی بودن و به لحاظ صعب العبور بودن ساحاتی که در اونجا در واقع گای ترورستان یا مخالفین مسلح حکومت افغانستان از استفاده میکنه، یعنی نیروهای زمینی افغانستان باید از پشتوانه قوت‌های هوایی برخوردار باشه، باید از تجهیزات نظامی کامل برخوردار باشه. در این زمینه ها ناتو متحد بود با جانب افغانستان، تجهیز نیروهای امنیتی مانای غیر از این نمیتونه داشته باشه، ولی هنوز هم نیروهای امنیتی ما در خیلی از ساحات با کمبودات تجهیزات لوجستیکی و تجهیزات نظامی روبروست. ای که حکومت افغانستان تا چی اندازه میتونه این ضعف پشتیبانی قوای هوایی رو جبران بکنه از طریق ناتو یک طرف قضیه است، ای که تا چی اندازه باز ما نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش بدیم که اینا از در واقع توانمندی رزمی و دفاعی بالا برخوردار شود، طرف دیگه ای قضیه است. ممکنه در ارتباط با بحث تربیتی بعضی گام های برداشته شده باشه، ولی هنوز هم نهادهای امنیتی ما، وزارت دفاع و داخله ما در ارتباط با بحث عملیات هوایی و طیاره هایی که بتونه عملیات را به صورت هوایی حمایت بکنه، از این جهت متاسفانه با خلأ روبرو است. بنابراین ما در یک سمت حکومت وحدت ملی و رهبری حکومت وحدت ملی، یعنی استارت و نقطه محوری آوردن امنیت در افغانستان رو ما باید در درون نظام سیاسی افغانستان جستجو بکنیم. رهبری حکومت وحدت ملی باید دو کار اساسی رو انجام بده. نخست توافق نظر روی محورهای اساسی مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم، چی چیزی تهدید ملی افغانستان تلقی میشه، اولویت های ما در امر مبارزه با تروریسم چی میتونه باشه، و تعریف دقیق را از دوست و دشمن باید ما داشته باشیم که حداقل پیش خود ما روشن باشه و روی او توافق نظر داشته باشیم. بله. نقطه دوم مجاب کردن ناتو در ارتباط با انجام تعهداتشان در موافقتنامه امنیتی که با جانب افغانستان داشته، که در عمل باید حکومت افغانستان را کمک تجهیزاتی بکنه و نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت کنه. آقای صبوری، هرچند شما تاکید دارن که ناتو مأموریت خود بر اساس پیمان راهبردی که با افغانستان داره انجام میده، اما آقای سجادی اینجا گفتن نبود یک استراتژی منظم و مشخص امنیتی از سوی افغانستان حتی مأموریت های این سازمان در افغانستان هم با چالش روبرو می سازه. حالا مأموریت حمایت قاطع در پایان سال 2016 به پایانش میرسه و مأموریت دیگر زیر نام مشارکت پایدار آغاز میشه. ما از مأموریت حمایت قاطع چی استفاده کردیم، چی به دست آوردیم، حالا به سوی مأموریت زیر نام مشارکت پایدار میریم؟ فکر میکنه که با چنین یک برنامگی و با چنین یک نامشخص بودن دوست و دشمن افغانستان و همچنان یک استراتژی منظم و مشخص امنیتی، ما میتونیم که از مأموریت بعدی ناتو در افغانستان زیر نام مشارکت پایدار استفاده کنیم؟ ببینین، ما فکر میکنم یک تعداد برنامه وجود داشت، حتی در سال 2010 شورای امنیت ملی افغانستان بعضی برنامه را داشت، استراتژی امنیت ملی کار میکرد. ما فکر میکنم بعضی برنامه وجود داره، ولی متاسفانه چیزی که اونا در حقیقت از حالت مسوده هنوز بیرون نشدن، متاسفانه چیزی که نشد در چهار سال گذشته. ولی برنامه و بازم تاکید میکنم کمک هایی را که ما به نیروهای امنیتی افغانستان از طرف ناتو صورت میگیره تا یک حد مشخص است، ولی ای بازم تاکید میکنم بیشتر به دولت افغانستان ارتباط داره که اینا به چقدر زودی اینا میتونن اولویت های خود مشخص بسازن. این اولویت بندی به نظر من باید سال گذشته میشد، نه حالا. سال گذشته باید میشد، باید دولت افغانستان خصوصا در سکتور امنیتی باید تمام اولویت های خود مشخص میساخت و با ناتو شریک میساخت. زمانی که ماموریت حمایت قاطع شروع میشد باید دو زمان نیازهایی که بود بر از اونا داده میشد، ولی پیشتر اشاره کردم که وضعیت داخلی افغانستان ایجاب از او نکرد. ولی فعلا چیزی که بسیار اساسی و عمده است که باید دولت افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان باید اونمو
اولویت های خود به شکل بسیار واضح و مشخص در اختیار ناتو قرار بدن، همکاری بسیار نزدیک از اونا بخواهند و از اونا بخواهند در مساحاتی که نیروهای امنیتی افغانستان کمبود دارن، که کمبود بسیار اساسی از اونا رو ما در قلب تا جایی که ما میفهمیم در دو ساعت، یکی حمایت هوایی و لوجستیکی و یکی در بخش طبی. به خاطر از اینکه چیزی را که ما نمیخوایم ببینیم، البته شهدای است که از گوشه و کنار افغانستان به فامیلایشان روان. اگر ما بتانیم این مشکل حل بسازیم، به نظر من ما میتونیم یک قدم بسیار جدی را در تقویت نیروهای امنیتی افغانستان برداریم. اما باید در چارچوب این ماموریت قاطع نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز میشد که نشد. حالا این ماموریت هم به پایان رسید. به این معنی نیست که کمک ها قطع میشه، نوعیت ماموریت تغییر کرد، ولی بعد از این کمک ها در موافقتنامه که من پیشتر اشاره کردم بسیار مشخص است و هنوز تغییر در اون کمک ها نامده. سپاس از حضورتان در برنامه مهمانان عزیز و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراهی من بودید. شبتان خوش.